سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز وقتتون به خیر باشه از خدا برای همه دوستانی که این روزها و این ثانیه ها در کنار ما هستن اخبار رو از طریق رسانه ما دنبال میکنن بهترین ها رو آرزو میکنن میخوایم بررسی کنیم ببینیم که چه چیزایی اتفاق افتاده خب در شب گذشته رژیم ادعایی رو مطرح کرد تحت این عنوان که و عملیاتی رو در خاک ایران انجام داده اون چیزی که ما فهمیدیم این هست که اینا تلاش کردن توی عملیاتی که انجام دادن متمرکز شدن بر روی و ضربه زدن بر توان دفاعی ایران در شبکه های اجتماعی عمدتا اینا رو دارن مسخره میکنن دارن سوژه کنن متاثر از اینکه که آن چیزی که اتفاق افتاده است با ادعایی که رژیم مطرح کرده درباره حمله سهمگین به ایران و چیزی از هرگز همخوانی نداشته فیلم هایی که ایرانی ها منتشر کردن از عملیات وعده صادق یک و وعده صادق دو و مقایسش و با دلغک بازی که اینها دیشب انجام دادن هرگز قابل مقایسه نیست اصلا رژیم چیزی در مقابل اتفاقهایی که برش آمده است برای گفتن نداره به طوری که داد سهینسا پیش آمده است البته این به این معنا نیست که ایران به این مسئله پاسخ نخواهد داد ایران قطعاً به حمله به خاک کشور خودش پاسخ میده هیچ خط قرمزی از این مهمتر و ویژهتر برای ایران وجود نداره این ناپاکا غلطی رو انجام دادن اشتباهی رو انجام دادن که به یاری حضرت الله با پاسخ غیر قابل باور و غیر قابل پیشبینی ایران همراه خواهد بود لازم هست خدمت شما عرض بکنم تا لحظه انتشار این فایل صوتی خدمت شما دوستان عزیز دو تا کشور هستن که محکوم نکردن اقدامات رژیم صهیونیستی رو در بین کشورهای همسایه ما یکی اردن هست یکی هم باکو اردن به این اشاره کرده از آسمون من استفاده نکردن هرچند دیشب ما فیلمایی رو دیدیم که اردنی ها منتشر کرده رو از آسمونشون و نشان میداد که جنگنده های رژیم از این آسمان اتفاقا استفاده کردن و دومی باکو هست باکوی که این روزها الان دیدم نیروهای البته نیرو که نباید بگم باید بگیم یک گروه هکری یک گروه هکری اومده فیلم منتشر کرده این فیلم مربوط هست به مراکز محرمانه ای که علیف و اردوغان دارن ازش استفاده میکنن برای اقدامات امنیتی خیلی صحنه خاص و ویژه مراکزیه که اینا مشخصه یا در اعماق زمینه یا یک جایی بسیار حفاظت شده است فیلماش لو رفته توسط یک گروه هکری منتشر شده این ناپاکا این روسا در کنار کسانی که دشمنان ایران هستند بهتر و بیشتر از هر کسی دارن دم تکان میدهند که در نوع رفتارشون هم میبینیم فرق از همه اینها آن چیزی که بسیار مورد توجه بوده مدل عملکرد پدافند ایران بسیاری به این اشاره کردن که موفق بوده برخلاف چیزی که سهیونسا تصور میکردن و آنچه در ذهن آنها بوده اتفاق نیفتاده به هدفی که مد نظرشون بود نرسیدن خیلی از کاربرها الان دارن درباره شهدای پدافند ایران صحبت میکنن شهدای ارتش همیشه قهرمان که در عملیاتهای رژیم به شهادت رسیدن میدونید همزمانی که من دارم با شما صحبت میکنم صبح خبر دو تا از شهادت دو تا از نیروهای ارتش منتشر شد الان که دارم با شما صحبت میکنم خبر شهادت دو تا دیگه از نیروهای ارتش منتشر شد منتها جدای از این چهار نفری که به شهادت رسیدن یه حادثه امنیتی در سیستان و بلوچستان که فیلم هاش منتشر شده توسط گروه های تکفیری گروه ها که جیش و ظلم اتفاق افتاده که اینا رفتن حمله کردن به نیروهای انتظامی و نیروهای انتظامی رو به شهادت رسوندن ده نفر از بچه های نیروهای انتظامی اگر اشتباه نکنم در حمله اینها به شهادت رسیدن من مسئله که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه دیگه برای همه ما برای من و شما واضح شده بود که این ناپاکی که حرف از جدایی طلبی میزنم و این تکفیری تروریست داعشی مسلکی که در جنوب شرق ایران هستن دقیقا همزمان با رژیم صهیونیستی یا به دستور اینها دارن عمل میکنن این عملیات هم قطعا و یقینا انجام شد که تمرکز ایران رو بگیره که افکار عمومی در ایران رو حواسش رو پرت بکنه از جنایتی که رژیم انجام داده حمله به خاک ایران جنایته هیچ چیزی هم اتفاق نیفتاده باشه این جنایته از غلط رژیم کم نمیکنه و رژیم باید پاسخ بگیره این آپاکا این رو دارن تلاش میکنن به هاشی ببرن در جای خودش ایران باید برای این ارازلو باشه که قلادهشون کمی رها شده فکر اساسی داشته باشه برای این حیوانات فکر ویژه‌ای داشته باشه وزیر جنگ سابق رژیم مصاحبه ازش منتشر شده امروز گفته اسرائیل به اقدام نمایشی بسنده کرده وزیر جنگ سابق رژیم گفته ما نمیتوانیم این واقعیت را نادیده بگیریم که ایرانی ها در اینجا متوقف نخواهند شد متاسفانه به نظر میرسد به جای تحمیل هزینه واقعی دولت اسرائیل بار دیگر به اقدام نمایشی و عوام فریبی کفایت کرده اکنون زمان آن رسیده که به گونه ای رفتار کنیم که قدرت ما را نشان دهد نه فقط درباره آن حرف بزنیم این چیزی که الان سهیونسا این ناپاکها دارن بهش اشاره میکنن کوچکسازی غلطی است که انجام دادند ما الان در عملیاتی که اینها انجام دادن شاهد شهادت چهار تا ایرانی بودیم شاهد شهادت چهار تا ایرانی بودیم این اصلا عدد کوچکی نیست این مسئله مسئله ساده ای نیست و ایران قطعا و یقینا به غلطی که رژیم انجام داده به ویژه حالا که مسئله شهدا مطرح شده است ویژه تر پاسخ خواهد داد من لازم هست خدمت شما عرض بکنم فارغ از سرخوردگی که اینها دارن و حیرتی که اینها دارن از چیزی که از نگاه آنها رخ نداده است باید عرض بکنم شهرک نشینها ها های مختلفی تویت های مختلفی رو فرستادن در عمده اینها نتانیاهو رو بزل خطاب کردن گفتن تو ترسیدی علیه ایران اقدام بکنی جرات نداشتی و حرفای از این دست و لازم خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم همزمان با حمله ایران هم همزمان با حمله رژیم صهیونیستی هم کاربرهای مختلفی فیلم های مقایسه ای منتشر کردن در شبکه های اجتماعی از مقایسه حمله ایران حمله موشکی ایران با کاری که رژیم انجام داده و حسابی دارن به این اتفاقات در شبکه های اجتماعی میخندن من لازم است خدمت شما عرض بکنم همزمان با اتفاقات ایران هم عملیاتی علیه نیروهای رژیم سهیونیستی توسط مقاومت لبنان رخ داده فیلم هایی که ما در رسانه ها داریم میبینیم و داره منتشر میشه از آتش های مهیبی در شمال فلسطین اشغالی حکایت داره که این آتش های مهیب به خوبی وضعیت رژیم رو در شدت فعلی نشون مصاحبه های هم از هموطن منتشر شده حرفایی که میزنن نکاتی که خطاب به رژیم گفتن اینا هم به شدت توی شبکه های اجتماعی داره دست به دست میشه مورد توجه قرار گرفته و حرفای از این دست لازم هست خدمت شما دوستان عزیز این رو تاکید بکنم و بر این مسئله اشاره بکنم که رژیم سهیونسی بابت غلطی که انجام داده به زودی دستوی نیروهای مسلح ایران با یک واکنش درناک روبرو خواهد شد ایران این مسئله رو بیپاسخ نمیذاره در بیانیه وزارت خارجه ما هم بهش اشاره شده که مختلفی با ایران همدلی کردن اندونزی پیام داده پاکستان گفته در کنار ایران هستیم سعودی پیام فرستاده بحرین فر... پیام فرستاده بله این پیام ها بسیار خوبه از شما تشکر کنیم به خاک کشور ما حمله شده به خاک کشور ما حمله شده این مسئله نیست که ایران بخواد در کنارش بی تفاوت باشه و ازش این ساده عبور کنه تا فراموش نکردم به شما بگم همزمان با عملیاتی هم که ایران انجام داده 80 موشک الان از سوی رزمندگان مقاومت لبنان به سمت فلسطین اشغالی شلیک شده است که این مسئله رو لازم بود بهش اشاره بکنم نباید ازش غافل باشیم وسط درگیری هایی که در حال رخ دادن و به این هم اشاره بکنم که در رژیم صهیونیستی بسیاری از کاربرها بسیاری از فعالان رسانه ای نسبت به حمله ای که رژیم انجام داده دچار ترس شدن بیشتر حس ضعف رو ازش دریافت کردن تا اینکه حس قدرت اصلا از چیزی که دیشب رخ داده باشه بخواد منتقل بشه و البته تاکید بسیاری اکنون در ایران این حرف درست است که ایران باید پاسخ محکمی به رژیم بده رژیم بی تمرکز شده رژیم دچار وحشت شده و حمله ای که انجام داده هیچ دستاوردی براش نداشته یکی از رسانه های رژیم گفته پاسخ ضعیف ایران برای اهداف سیاسی انجام شد برای اینکه نتانیاهو با دستاوردسازی اسرائیل را برای ری دادن به خود متقاعد کند با وجود اینها حمله به ایران حمله نمایشی بوده هیچ دستاوردی نداشته عرض کردم خدمت شما اینا نسبت چیزی که رخ داده به شدت وحشت زده شدن توی فلسطین اشغالی چون حسی که گرفتن شهرکنشینا حس قدرت نبوده حس ترس بوده و میدانن که ماجرا به همینجا ختم نخواهد شد ایران به یاری حضرت الله به شکل ویژه به غلطی که اینا ها انجام دادن پاسو خواهد داد نکته دیگه ای ندارم اگر شما بحثی داشتین اگر چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که برنامه ما با پیام ارزشمند شما کاملتر بشه از همه دوستانم تشکر میکنم در ساعت پیش رو با جزئیات بیشتری از اخبار و تحولات پیرامون آنچه که رخ داده است در خدمت شما هستیم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر